سلام، امروز میخوایم در مورد دستبندی نرم افزارهای معماری با هم دیگه حرف بزنیم. به صورت کلی نرم افزارهای معماری رو ما میبینیم توی سه تا دسته، توی سه تا کاتگوری قرار میدیم. نرم افزار دسته اول رویت و آرشیکت هستن، نرم افزار سری دوم اسکچاپ و راینو، و نرم افزار سری سوم تیردی مکس، مایا، بلندر و سینما فوردی. توی دسته اول که همون رویت هست میایم چه پروسه ای رو طی میکنه، چه اتفاقی قرار بیفته. اول از اینکه ما از نرم افزار رویت برای دفاتر معماری خیلی خیلی بزرگ استفاده میکنیم و توی اون دفاتر معمولا استفاده میشه. حالا نحوه کارش این شکلیه، که میاد تمام مهندسین رو با همدیگه کانکت میکنه روی یک منبع اصلی، روی یک پلان. دیگه نیازی نیست چند تا پلان پخش بشه بین همه اون کارش رو انجام بده، منتظر باشه که اون یکی بیاد کارش رو انجام بده. نه، همه با هم روی یک پلان کار انجام میدن، چه حالا کلیب انجینیرها، چه آرشیتکت‌ها، چه بچه های مکانیک، چه بچه های تأسیسات، همه روی یک سورس کار میکنه. و همونطور هم که میدونید رویت بر اساس بیم هست، یعنی بیلدینگ اینفورمیشن مدل. که حالا میریم سراغ دسته دوم. دسته دومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اسکچاپ و راینو هستن. اسکچاپ و راینو توی دفاتر معمولی تر، دفاتر مشاوری که ما توی ایران داریم استفاده معمول تری داره و بیشتر رایجه. چیزی که میخوایم در مورد اسکچاپ و راینو بگیم اینه که راینو 90% توی معماری استفاده میشه، اسکچاپ منحصراً و تماماً برای مدلینگ های معماری در نظر گرفته شده. نرم افزارهای بعدی که حالا در موردش قراره صحبت کنیم و بگیم که قراره چه کاری انجام بدن، نرم افزارهای مثل تیردی و مایا بود که گفتیم، که اینها برای پرزنتیشن و انیمیشن های معماری استفاده میشن، برای ارائه کار ما به کارفرما، اینکه ما بتونیم بهتر کارمون رو به اونها ارائه کنیم و زیباتر باشه به لحاظ بصری. ممنون.